موزه های خصوصی بعد از آغاز شیوع کرونا وارد دوره ای از رکود شدند. این مراکز فرهنگی در حال حاضر می توانند فعال باشند، اما با وجود تداوم کرونا و قرمز شدن وضعیت شیوع بیماری در بسیاری از شهرها همچنان بدون گردشگر ماندند. این در حالی است که معیشت برخی از موزه داران بخش خصوصی به ادامه فعالیت موزه گره خورده است. برخی از فعالان این حوزه میگویند اجرای طرح نوبت بندی، تعیین وقت قبلی و ظرفیت محدود برای بازدید و همچنین فروش اینترنتی بلیط از ازدحام جمعیت جلوگیری می‌کند. بسیاری از موزه‌های خصوصی در شهرهای کوچک بدون کمک‌های دولتی قادر به ادامه فعالیت نیستند. با این حال هنوز خبری از این کمک‌ها نیست. ما در ابتدایی که کرونا اپیدمی در ایران آغاز شد که تقریبا یک سال از اون می‌گذرد، خطاب به سازمان میراث فرهنگی، سند دستی گردشگری وقف که امروز وزارت میراث فرهنگی تغییر سطح و جایگاه داده، به ریاستش نامه‌ای زدیم و تقاضای کمک برای موزه‌های خصوصی رو که در شرایط بدتری قرار گرفتن نسبت به موزه‌های دولتی کردیم. اما به هر شکل، شاید به دلایل مختلفی که خود نهادهای در زیرق باید پاسخگو باشن، به اون شکلی که انتظار می‌رفت این امر صورت نگیره و در زمان فصل بودجه که همکنون در مجلس در جریان هستش، ما به بخش در واقع کمیسیون فرهنگی مجلس و کسانی که توی این قسمت که کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی درخواست اون رو مجددا منعکس کردیم و درخواست ما این بودش که صندوقی رو وجود بیاد برای کمک موزه‌های خصوصی که این صندوق در واقع از سرجمع اعتبارات دولتی بتونه به صورت کمک جهت پشتیبانی بقا و حیات موزه‌های خصوصی عمل کنه. این کار در سطح جهانی به عنوان یک راهنمایی یا یک ارائه طریق از طریق شورای بین‌المللی موزه‌ها نیز مطرح گردیده بود که در همه کشورها سعی کنند کمیته‌های ملی و همکاری نهادهای مسئول دولتیشون صندوق‌های به جهت کمک برای موزه‌های خصوصی دایر کنند. واقعیت اینه که اقتصاد فرهنگ یک مقوله پرسود اما ویژه هست، به این معنی که یک نهاد فرهنگی در پیرامون خودش و در محیط تاثیرگذار خودش باعث رونق وضعیت اقتصادی میشه. اگه دقت کرده باشید، از اول آغاز اپیدمی کرونا تا به امروز اون چیزی که نخستین تعطیل میشه فضای فرهنگیه، کتابخانه ها، سینما، تئاتر، موزه و سایر نهادها، و اون که آخر هم باز میشه همین نهادها هستن. و به طبع پس میتونیم بگیم نهادهای فرهنگی، به خصوص نهادهای فرهنگی خصوصی، بیشترین آسیب رو از اپیدمی کرونا در طی یک سال گذشته متحمل شدن. من وارد بحث و چگونگیش نمیشم، زیرا که من صلاحیت این صحبت نداشته باشم، ولی به عنوان یک کسی که در بخش فرهنگ فعالیت میکنه، من میبینم که بخش صنعت فعال باز میشه، بخش های تجاری، بازارها باز میشن و این همه جریان جمعیت که در اونها هستش کمتر مورد سوال و پاسخ قرار میگیره، ولی یک فضای کوچک کتابخانه یا یک نهادی مثل گالری که در روز تعداد محدودی آدم داره بسیار زیر سوال میره. چرا باید به این چرا جواب داد، در حالی که ما میدونیم که زندگی عادی و رونق حیات مدنی و اجتماعی به لحاظ حتی روحی به فعالیت‌های فرهنگی جامعه باز میگرده و به هر شکل خود این جای بحث و بسیار گفتگو داره که چرا، آیا باید باز بکنیم، چه شکلی باز باشه. ما ابتدا هم خود موزه ها پروتکل های بهداشتی برای باز بودن موزه رو و رفتارش رو دادیم. این به این معنی بود که یک موزه در فضای داخلی خودش به شکل مجازی بتونه به حیات خودش ادامه بده و البته این حیات مجازی اگه بخواد اقتصادی و سودآور بشه، زیر ساختاری رو میخواد که دولت باید تامین بکنه برای اون فضایی که این فعالیت درش صورت میگیره، مثل گردشگری الکترونیک و موارد مختلفی که به اون بستگی داره، که این زیر ساختای لازم رو ما در حد مطلوبش نداریم. و به طب این فعالیت موزه در فضای فیزیکی و حقیقی خودش وقتی بخواد کار کنه، با پروتکل هایی که بارها اعلام کردیم، ارائه دادیم، این باید صورت بگیره، به خصوص در فضا و سایت های تاریخی که فضاهای باز هستن و نه فضاهای بسته. این میتونه باشه، فضاهای خصوصی هم از اون جدا نیستش، زیرا که اگر قرار باشه که گروه های دانش آموزی، دانشجویی که الان تعطیله و گروه های توریستی که الان عددی نیست، به موزه نره، موزه اونقدر
حضور فیزیکی نداره و حضور محدودی داره که نمیتونه اونو با مقایسه بکنیم با فضاهای تجاری و فضاهای بازرگانی شهرها که امروز فعاله و میتونه به این شکل اون هم به حیاتش ادامه داشته باشه. برای همین میخوام بگم روی بازنگری بحث و بررسی داره، یک سال آزمون خطا انجام شده و الان موقعی که بشینیم و بحث بکنیم که به چه شکلی میتونیم این رو در عین اینکه باید فاصله بهداشتی و حیاتی وجود داشته باشه که افراد کمتر مبتلا به بیماری بشن، اما بتونن چگونه به فعالیت فرهنگی خودشون هم در این ساختار ادامه بدن که بسیار لازمه. نتیجه گیری که میکنیم اینه که باید پشتیبانی های مختلف به لحاظ بهداشتی، زیر ساختای ارتباطی مثل اینترنت و سایر مواردی که باید به وجود بیاد تا بتونن موزه های خصوصی که از یک نظر مهمترن، یعنی وقتی مردم میان و اون بخش میراث فرهنگی طبیعی تاریخی خودشون در قالب حافظه بشری حفظ کرده و منتقل میکنن به نسل بعدی، این با این مورد پشتیبانی واقع بشه. فراموش نکنیم که موزه ها عالی‌ترین سطح فعالیت نهادهای فرهنگی و مؤسسات هستن که تعدادشون، ارتباطشون و رابطه‌ای که جامعه در شخص حاکمیت و مردم با اون برقرار میکنه نشانه توسعه یافتگی اون جامعه. این متفاوته، ممکنه که کلکسیونری باشه و ممکنه که اونها در واقع ما داریم موزه هایی که فکر میکنم یه موزه‌ای که شما برید باش صحبت کنید، این موزه یک فعالیت آموزشی فرهنگی در شهر اصفهان داشته و در این فعالیت فرهنگی اقتصاد آموزشی داشته که درآمدی هم ناشی میشده از این اقتصاد، اون سود اون درآمد ورده تبدیل به موزه کرده. امروز خود اون کلاس هم دچار تعطیلی و رکود شده، یعنی اون درآمد مستمر رو نداره و از طرفی باید اجاره فضایی رو بده که درآمد ازش حاصل نشده و قطعا دچار بحران بیشتری میتونه بشه. یعنی یه مدل این شکلی داریم که معیشتشون از طریق خود موزه و مجموعه است، یه موردی داریم که معیشت اصلی صاحب اون موزه نیست، ولی به هر حال اون موزه باید بتونه به حیات خودش در شکل خودش و در جایگاه خودش ادامه بده. آیا امکان کمک گرفتن از نهاد بین‌المللی مرتبطی برای موزه خصوصی هست؟ این در چارچوب خود نظام جامعه ماست که چقدر ساختارهای جامعه ما میتونن از نهادهای بین‌المللی کمک بگیرن، آیا منافع ملی و سیاستهای ملی این رو تایید میکنه نه، این فراتر از اون چیزی که من میخوام پاسخ بدم. ما این وضعیت رو تو موزه‌های دولتی هم داریم. اصلا فرق که نمی کنه، موزه ها دوچار این بحران هستن، فقط موزه های دولتی بعضیشون داره یه زیر ساخت های بهتری هستن، تونستن در فضای کرونا در شکل حداقل مجازی خودشون فعالیتشون ادامه بدن، بعضی ها خیلی، ولیکن در نهایت اینی که کسانی در حوزه موزه فعالیت میکنن از یک ویژگی های شخصیت رفتاری برخوردارن که این کار رو میشه گفت چه در قالب دولتی چه قالب خصوصی با یک علاقه و میل خاصی انجام میدن که اون مهمترین رمز موفقیت در این جامعه موزه داری. به عبارت دیگه در واقع همونطوری که گفتم یک شاخص موزه، این برخورد جامعه با موزه و خود برخورد دولت و موزه این رو میتونه برای ما تعریف مشخص و معینی رو بار بیاره. موزه های خصوصی کلن در واقع شرایان حیاتیشون گردشگران هستن، چه گردشگران خارجی چه گردشگران داخلی، و طبیعتاً متاسفانه این بیماری کرونا اثرات بسیار مخربی روی این بخش از اقتصاد کشور که در واقع یک قسمتی از اقتصاد گردشگری کشور رو تشکیل میدن گذاشته. خب بحث موزه های خصوصی هم طبیعتاً به واسطه اینکه با سرمایه گذاری های شخصی راه اندازی شده و اداره میشه بسیار آسیب پذیرتر از بخش های دیگه گردشگری که دولت متولی اون هست یا حتی نهادهای شبه دولتی. در مورد سوال دوم و حمایت های احتمالی دولت از موزه های خصوصی، جواب بنده خیره، اگرچه وزارت میراث فرهنگی و خصوصا اداره کل میراث در اصفهان که طی سالهای گذشته فوق‌العاده با حسن نیت و با همه توان از ما به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی
حمایت کردن، حمایت‌های مادی معنوی اون چه که از دستشون برمی اومده. ولی در سال گذشته، در سالی که متاسفانه ما بیشترین حمایت رو احتیاج داشتیم، کمک‌های چندانی نشده و در واقع میشه گفت کمکی نشده، کمک اقتصادی. و امیدوارم که این اتفاق هرچه زودتر بیفته، به خاطر اینکه ما امید داشتیم طی چند ماه حل بشه معضل تعطیلی موزه به دلیل بیماری کرونا، ولی متاسفانه بیماری ادامه پیدا کرد و ما در شرایط بسیار سخت اقتصادی قرار داریم و توان ادامه دادن نداریم. موزه عروسک‌های محلی بادرود علاوه بر موزه مردم شناسی، یه موزه بوده که در طول این ایامی که حتی بحث کرونا هم پیش اومد ما غافل نبودیم و تونستیم حتی در این موزه ضبط فیلمایی داشته باشیم، این جمله آموزش خوشنویسی، آموزش نقاشی به صورت مجازی. ما در شهر با کانال‌های مجازی و تلگرامی همکاری کردیم و تونستیم خیلی خروجی مفیدی رو هم از این موزه بگیریم. ولی خب متاسفانه با وجود کرونا کلا این موزه بسته شد و توریستی نتونست بیاد اینجا، بازدید کننده ما نداشتیم. به کل یه سری خسارتایی به ما وارد شد، من جمله یه سری محصولات خانگی رو ما خریداری کردیم، از جمله رب انار، از جمله گیاهای خوش شده و طبیعی مال همین منطقه، که ولی خب متاسفانه به دلیل عدم مراجعه کننده و بحث توریست و بازدید کننده باعث شد که کلیه این محصولات ما خراب بشه و نتونستیم از این محصولات متاسفانه فروش بره، محصولاتی که از خانم‌های زحمتکش بادرودی بوده و در طول ایام‌هایی که این خانم‌های زحمتکش از انارهای بادرود توانستن ربی تهیه کنن و ما فروش خوبی هم داشتیم زمانی که توریستای محترم می اومدن وارد این موزه می شدن، ما این محصولات رو عرضه می کردیم و ارائه می کردیم. ما در هر هفته روزهای سه شنبه ها خب بحث نقالی قهوه خانه‌ای داشتیم، نقالایی که از کودک 4 ساله تا نوجوان 15 و 16 ساله می اومد در همین مکان و نقالی می کرد و چقدر کودک می اومدن اینجا می شستن و این نقالی و این پرده خانی رو تماشا میکردن و لذت میبردن، که متاسفانه از این نعمت محروم شدیم و نتونستیم کاری بکنیم. و در پایان بحث مستندنگاری داشتیم، که مستندنگاری از افراد مسن و افراد که دارای کهولت سنی بالایی بودن، ولی خب مشایخشون خوشبختانه کار میکرد و ما تونستیم با تیم موزمون بریم اونجا و مستندنگاری کنیم از خاطراتشون، از اون گذشته بادرود و از اون تاریخی که میدونستن. و در این موزه بازی‌های فکری ما در طول هفته به صورت رایگان و حتی اون بحث صنایع دستی و حتی آموزش خوشنویسی و آموزش‌های نقالی که ما در این موزه تماماً به صورت رایگان اجرا می‌کردیم و با خروجی بسیار عالی که در شهر بادرود، که خوشبختانه گروه مهرآفرینان از دل این موزه رشد کرد و تونست پرچم استان اصفهان را بالا نگه داره در سطح ملی و بین‌المللی و چه بسا در کشور روسیه مقام آور بودن و بسیار مورد استقبال خانواده ها قرار گرفت، ولی متاسفانه فعلا در این فضای موزه ما نمیتونیم هیچ کاری انجام بدیم و با رکود مواجه شدیم. انشالله که این مسئولین یه مرحمتی و یه لطفی بکنن و با اون درایت و اون تدبیری که دارن هر چیز زودتر و بهتر ما رو یاری کنن تا بتونیم خدمتی کنیم به قسمت فرهنگ و میراث و هنر این منطقه کبیری و محل.